برای بحث بیشتر در این مورد آقای زبیلا عتیق و مجلس نمایندگان اینجا در استودیو با ما هستند سلام و وقت شما بخیر خوش آمدید به برنامه سلامت بخیر باشید ممنون اگر در نخست جزئیات بیشتر همین رویداد در ولسوالی راغستان از شما داشته باشیم و تعداد کشته و زخمی بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و به هموطنان عزیز درود میفرستم بر روح همه شهدای حوادث طبیعی و درود میفرستم بر روح همه شهدای نیروهای امنیتی در جریان است که سالیانی تقریبا چهار پنج سال بیشتر در بدخشان به خصوص در اولسوالی، راغستان و کوهستان ریکشوی ادامه داره اینجا خلط موضوع نشد معدن تلا اونجا نیست بلکه مردم جمع میشن و وسایل ابتدایی را بردن اسکواتور چیزها را زمین را حفر میکنن از بیستری دریاها ریکشوی میکنن که تاوری های ما در جریان هستند که در سال گذشته سی و پنی نفر در اول سال کوهستان در حادثه مشابه از بین رفت و روز چهارشنبه ما اساس معلومات دقیقی که ما از محل دارم و اساس تماس های که به مردم محل داشتیم چون ساحه تحت کنترل طالبا هست اونجا دسترسی بخش های دولتی دشوار هست به اساس گزارش دقیق ده نفر گرچه اونجا پینجا نفر بیشتر مصروف کار بودن و حوالی صبح میخواستند داخل یه مکارگاه شوان برای ادامه کارشان ده نفری که در آغاز داخل منطقه میشوان جای حفر شده که متاسفانه تپه از بالای از اینا فرو آید و در نتیجه پنج نفر ما شهید داشتیم و پنج نفر زخمی که چند لحظه قبل که ما اینجا به استودیو می آمدم یکی دیگری هم از زخمی ها به شهادت رسیده و ما معلومات دقیقی دارم از منابعی که حوال دارم الحمدلله دیگه کسی در زیر آوار نیست تنها ما ده نفر شهید و زخمی داشتیم که از جمله یک زخمی هم به شهادت رسیده و چهار نفر زخمی داریم فعلا در ساحه بله خاطیق این بارو نخست نیست که در ولایت بدخشان چنین رویداد صورت میگیره شما هم بر از اشاره کردین بارها این چنین این وجود داشته اما چرا جلوگیری بر صورت نگرفته یا کار لااقل بر اینکه آگاهی مردم در این بخش افزایش پیدا بکنه کار صورت نگرفته گرچه ما از آغازی که د اینجا کاروبار شروع شد به دولت مراجعه کردیم د او وقت م حتی د شورای ولایتی بدم مراجعه کردیم و از دولت خاستیم او وقت این صاحه زیر کنترول دولت هم بود از دولت خاستیم و از وزارت معدن که باید امی کار ریکشوی قانونی شود هم اواید دولت از یک طرف بالا می رو و هم از طرف دیگر مردم ما قسمت مسئول می مانه. با تاسف که در اون شرایط دولت توجه کمتر کرد و های مردم افغانستان، طالبا و قسمت طالبای خارجی اونجا تروریستای های خارجی از ضعف دولت در ساحه استفاده کردن و راغستان درست منطقه ای که ما امروز شاهد حادثه هستیم اینجا را میان تصرف میکنن و حال بیشتر درآمدی گروه طالبا از امی ریکشوی ها و از امی معدن های کوچک است که با تاسف فعلا دولت ما در اونجا دسترسی ندارد تا بتانه کار ریکشوی تلار را در منطقه قانونمند بسازد تا مردم ما دهی راستان مسئول باشند ما در سال گذشته هم در کوستان این یادی سر داشتیم و هم در راغستان در یک منطقه ای که فعلا کار اونجا بسار به شدت به نام زرنداب است یک منطقه در میان راغستان و خواهان که اونجا هم شش نفر از هموطنهای ما در سال گذشته به شهادت رسیده بود این بدبختی است و ما در وقتی که در پارلمان آمدیم با مراجعه با مراجع مختلف خواستیم از دولت که اینجا باید عملیاتی را اندازی شو و منطقه تصفیه شد و از یک طرف اواید دشمن و اواید مخالفین دولت از اینجا قطع شد و از طرف دیگر کاری ریکشوی در منطقه قانونمند شد که متاسفانه تا در اونجا هیچ نه نه تنها عملیاتی صورت نگرفت که با تاسف با استفاده از همین موقعیت راغستان دیروز طالبان به منطقه البته از قبل رفته بودن در منطقه نوسی عملیاتی را اونجا انجام دادند بیش از شش نفر از نیروهای امنیتی ما را به شهادت رساندند و اوادیس مختلفی از امیر ها متاسفانه سرچشمه میگیره و مردم ما را به بدبختی کشانده آخه شما نگفتین در حال حاضر همین کسانی که جان بختن و یا هم زخمی شدن این شما گفتین بیشتر اواید این میره به طرف مخالفان مثلا دولت به ویژه طالبان آیا اینا به شکل کارگر کار میکردن یا خودشان مستقیما در بخش کار دارن اونجا سیستمی کار به شکل اینایی که به شهادت رسیدن همگی کارگر مزدور کار بدن و کسایی بدن که روزانه چهارصد پنج صد نهایتش یک هزار افغانی اینها مزدور کاری میکردن مزد میگرفتن اونجا قضیه به شکلی است که اسکوات کار میکند و اونجا سرکاریگر هست گروپا هستن 50 60 نفر یک جا سه چهار نفری از اون مسئول کارگاه هستن که اکثر اواید و منافی که از اونجا به دست می از سر ها و از صاحبان اسکواتر هست و هم از طالبا که از هر کارگاه اونها سهمی به خصوصی خدمه می کسایی که اینجا به شهادت رسیدن و زخمی شدن همه کسایی بودن که مزدور کار بودن چون سرکاریگر خونجا در عمق و حفر چانه میره و خدا از بین ببرم و کارگری بیچاره است که برای لقمنان نو ایران رفته میتره و نه نظام دولت ما متاسفانه کدام زمینه کاری رو برای مردم ساید ساخته بالاخره بیروان به خاطر لقمنان حلالی برای فرزندانشان که با تاسف با چنین حوادیسی مواجه میشوند. بله آقای عتیق پس راه حل چی هست که مردم دیگر از این وضعیت نجات داده با اینکه هم همه یا همه روزا مشاهده اینچنین تلفات مردم نباشیم در بدخشان؟ خب رای حل مردم خودش خود رای حل نداره می محل ریکشویی را که در سال گذشته 35 نفر به شهادت رسید سه روز بعد مردم پس در ساحه رفت کار کرد در حالی که اونجا زیر کنترول دولت هم است یگانه رای حل است که دولت ما عملیات نظامی را اونجا راهاندازی بکنه اول ساحه از وجود طالبان پاک سازی بکنه و در بعدش هم مدیریتی امی کاره ام چون مردم مجبور هست نه ولی برای ایران راهی رفتن دارن و دار در داخل افغانستان زمینه کار هست از, از ناکاری از ناچاری و بیچارگی چرا اگر بیچارگی نباشه با یاد کردم که در سال گذشته سه روز بعد از حادثه پنج نفر دمو محل به شهادت میرسه پس مردم میره دمو سی متر عمق زمین داخل میشن کار میکنن نهایت مجبوری مردم است و اگر دولت ما در ساحه اقتدار کردن کارزش جانشان را نداره خوب اونا هم به خ... امید نمی روان که ما کشته شویم به امید از این روان که ما لقمنان حلال برای خانواده و برای اطفال ما بیاریم که متاسفانه حوادث یعنی بیشتر غ... کتاهی کوتاهی حکومت به اجازهت مادن هم در این قسمت سبب شده که مردم بیشتر قربانی این چنین مدن در مادن شک نیست در ای شک ای نیست ما در ابتدای اشاره کردم که ما در آغاز بسیار تلاش کردیم از طریق ریاست معدن بدخشان که در اون وقت حتی طالب به اوضاع مسلط نبود و خود مردم ما شاهد هستیم که بدها تر مردم محل آمدن گفتند ما میخواهیم می کار ما تحت پوشش دولت بیاید دولتی را مدیریت بکنه که هم ما به دولت حواید بتیم و هم مسئولیتای را که ایجاب میکنه برای کارگری دولت برای ما رهنمود داشته باشه که متاسفانه در او وقت توجه نشد و حالی بدبختانه که زیر کنترول طالب است بله و اکنون وزارت مادن و هم میتونه کار در این راستا انجام بده لاقل در بخش که تحت کنترل دولت هست در شک نیست در شک نیست وزارت مادن چون گفتم مردم نهایت مجبوریت داره در جایی که تحت کنترل دولت است میتونه که اونجا را بره از نگاه محیط از نگاه وضعیت جغرافیاییش اونجا بررسی بکنه و راهنمودای کار برای مردم بده میتونه مردم هم کار بکنه هم به دولت عواید بده و هم مسئول بمونه بله تشکر آقای عتیق سپاس از اینکه شما به موضوع رفتن خیلی سپاس از شما سلامت